برای بررسی بیشتر موضوع برکناری نخست وزیر پاکستان و پیامدهای اون در منطقه، قندیل عباس، کارشناس امور بین الملل در دانشگاه قائد اعظم از اسلام آباد با ماست. آقای قندیل عباس، این بحران سیاسی که الان در پاکستان به وجود اومده برای کشورهای منطقه، به ویژه برای ایران و افغانستان، چه پیام یا چه پیامدهایی رو خواهد داشت؟ با عرض سلام خدمت شما عرض کنم که فعلا مشخص نشده نخست وزیر آینده کی چه کسی خواهد بود. البته فردا رای گیری هست در پارلمان و دو کاندیدا داریم. از طرف حزب مسلم لیگ آقای شهباز شریف کاندیدا هستند و از طرف تحریک انصاف شاه محمود قریشی که وزیر خارجه اسبق است کاندیدای نخست وزیری پاکستان هستند. البته شانس اصلی رو شهباز شریف داره که میتونه از اکثریت قاطع اعضای پارلمان برخوردار بشه و پس از انتخاب خود به نظر من ایشون با چالش های گوناگون در سیاست داخلی و خارجی مواجه خواهد شد و در سطح منطقه به نظر من بازگشت دیدگاه های ضد امریکایی عمران خان و تحریک انصاف برای مدت طولانی شنیده خواهد شد و با توجه به روندی که آقای عمران خان در پیش گرفته بود در سطح منطقه و جهانی مبنی بر گرایش آهسته به سمت چین و روسیه بوده است و می بینیم که حزب مسلم لیگ و حزب مردم که الان با هم مختلف هستند، اینا گرایش بیشتری به سمت امریکا و غرب دارن و این امر میتونه از یک سو پیچیدگی ها را در سیاست داخلی پاکستان ایجاد بکنه و از سوی دیگه سیاست خارجی پاکستان رو در سطح منطقه و جهان تیره کار بکنه. جناب آقای عباس، پاکستان قبلا همین تنش‌های سیاسی رو تجربه کرده. اگر پارلمان موفق به انتخاب نخست وزیر جدید نشه چه اتفاقی میفته؟ آیا انتخابات زود هنگام برگزار خواهند کرد یا اینکه اساسا این بحران تا کجا قرار هست پیش بره؟ به نظر من هیچ مشکلی در انتخاب نخست وزیر جدید پیش نخواهد اومد، چون از یک طرف فقط عمران خان و حزبش قرار دارن و تقریبا تمامی احزاب دیگه از شهباز شریف دارن حمایت میکنن و امروز بنا به برخی منابع شنیده شده که اعضای تحریک انصاف میخوان از عضویت پارلمان پاکستان هم مستعفی بشن، یعنی از عضویتشون کنار برن و این هم راه رو برای شهباز شریف باز خواهد گذاشت. البته حتی اگر انتخاب هم بشه شهباز شریف برای مدت طولانی نخواهد بود، چون برای یه مدت کوتاه حتی کمتر از یک سال ایشون مجبور است یک حکومت سرپرست رو تشکیل بده و اون حکومت برگزاری انتخابات جدید رو بر عهده خواهد. بله، سپاسگزارم از شما. قندیل عباس، کارشناس امور بین الملل از اسلام آباد پاکستان.